رادیو پویا تقدیم می کند. انسان دشواری وظیفه، برنامه از دکتر سونا کاظمی. با سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان رادیو پویا، امروز در قسمت دوم گفتگومون با خانم دکتر جوان داروسازمون هستیم، خانم آفتاب. امروز قراره باهاشون دوباره صحبت بکنیم، پیرو به صحبتهایی که اون دفعه داشتیم در مورد کلن فرهنگ توانزدگی در جامعه ایران و اینکه چه مشکلاتی رو ایشون تجربه کردن در محل کارشون و کلن در پروسه یافتن به حال شغل بعد از اتمام تحصیل و طرز تلقیایی که در جامعه ایران هست از یک دکتر داروسازی که زن هست و از ویلچر هم استفاده میکنه و اینکه این نگاه مشتری، نگاه همکار، نگاه اون ساختاری که جامعه داره نسبت به این موضوع چجوری هست رو یه مقدار بررسی کردیم و بقیهش رو گذاشتیم برای امروز. حالا من سلام میکنم به آفتاب عزیز، خوش آمد میگم بهش برای اومدن به برنامه. ممنون و خواهش میکنم ازش که بیشتر به ما بگه از مشکلاتی که به هر حال خودش باهاشون دست و پنجه نرم میکنه مرتب، حالا با توجه به اینکه هنوز ما در دوران کرونا هستیم و حالا پخش واکسن و اینا هم چقدر آهسته و حالا اصلا معلوم نیست چقدر مؤثر هست در ایران، در کنارش بیبرقی هایی که ما همین الان خودمون اتفاقا باهاش درگیر شدیم، مشکل بیبرقی که ما قرارمون تقریبا نیم ساعت زودتر بود و به خاطر بیبرقی نتونستیم وصل بشیم و راجع به این صحبت کردیم که چه مشکلاتی رو خیلی ها با همین مسئله بیبرقی باید درگیر باشن، مخصوصا اونایی که دستگاه اکسیژن برای بیماران کرونایی منظورم احتیاج دارن. پس از شما خواهش میکنم آفتاب جان که شروع کنیم صحبتو و اینا رو یواش یواش پوشش بدیم و حالا من همجور که میریم جلو من سوالات بیشتری رو با توجه به زمان مطرح میکنم. خب من از کجا شروع کنم؟ از محل کارم یا؟ فرقی نمیکنه، میتونین از همون محل کار شروع کنین و بریم جلوتر. دفعه قبلا میذاره صحبت کردیم حالا راجع به این موضوع، ولی من لازمه که بگم از وقتی که من شروع کردم به کار کردن تازه متوجه شدم که واقعا آگاهی و فرهنگ و خیلی از اطلاعات ما خیلی پایین تر از اون چیزیه که من فکر میکردم. یعنی تو دانشگاه من خیلی مواجه نبودم با این موضوع. حالا نمیدونم چرا، واقعا دلیل واقعش نمیدونم چیه که انقدر من مواجه نبودم در این حد، ولی الان میبینم که مثلا آگاهی مردم خیلی پایینه، برخوردها خیلی از روی مثلا نادانیه. اینکه مثلا فکر میکردم که شاید توی محیط تحصیل کرده مثلا یه محلی که مثلا بیمارستانه و مثلا پزشک زیاد داره، انواع آدمایی که مثلا زیاد با بیماری مختلفی سر و کار دارن، باز هم همونقدر فرهنگ پایینه. یادم فکر میکنه که ممکنه بهتر باشه ولی مثلا نیست. میتونی چند تا مثال برامون بزنی آفتاب جان، برای اینکه برای شنوندگان روشن بشه؟ چون میگم ما راجع به این موضوع خیلی صحبت میکنیم و من تقریبا میتونم تصور کنم که شما داری چی میگی، ولی برای اینکه برای شنوندگان بیشتر روشن بشه میتونی چند تا مصداق برامون بگی، مثال بزنی؟ مثلا من داخل بیمارستان یه مدت کار کردم که حالا موقت، یعنی خودم خواستم که موقت کار کنم. بعد گفتم که همه داروخانه ها جوری هستن که من باید جامو عوض کنم، یعنی اصلا جای ویلچر ندارم. اینم همینطور، من روی خب یه صندلی معمولی میشینم همون جایی که جایگاه دکتر داروسازه. بعد ویلچر خودم رو داخل یک اتاقی میذارم که مثلا محل یه سری نگهداری یه سری از داروهاست و به هر حال رفت آمد هست درش بازه و ویلچر دیده میشه.
یه نفر از کارمندای بیمارستان یه بار اومد گفت که وای من خیلی خستم، ویلچر من رو دید و گفت که اه ویلچرم میفروشن تازه بیا اینجا، من میخواستم اینو وردارم بر خودم. بعد من همون لحظه یعنی خواستم که مثلا یه جور جوابشو بدم که متوجه بشه که چقدر مثلا زشتی کرده این حرفو زده، ولی به ذهنم نرسید راستش. گفتم که این ویلچر مال منه، گفت ای مال شماست، مثلا هیچ خیلی بی‌تفاوت. من که مثلا یعنی در حدی هست که مثلا اجازه میدن با خودشون شوخی بکنن در مورد اینجور مسائل که مثلا منم میخوام مثلا این اگه میفروشید من بردارم، یعنی اصلا از گوشه ذهنش هم این نمیذاره که ممکنه این واقعا مال من باشه، چون من تازه اونجا بودم دیگه، اینا من رو نمیشناختن. مثلا اصلا به خودش این فکر رو نمیده که مثلا ممکنه مال این آدم باشه این ویلچر، قطعا اگه اونجاست مثلا فروشیه. یعنی با حالت تمسخر مثلا مطرح کرد. من یه سوال دارم، یه لحظه بریم عقب‌تر. شما آفتاب جان گفتی که وقتی که وارد محل کار وارد داروخونه میشی جا تو باید عوض بکنی به خاطر اینکه مناسب سازی نشده فضا، درسته؟ بله. یعنی فضا که کلا اصلا ویلچر رد نمیشه، جاهایی هم که رد میشه خب اصلا گیشه بلنده، یعنی یه جوریه که من باید خیلی زیرم جارم بلند بکنم که بتونم مثلا با بیمار ارتباط برقرار کنم یا همه چیز دیگه. اصلا برای ویلچر مناسب نیست. یعنی یه جوری پیشخان ارتباط همون بلنده، همین که از پشت میخوای وارد بشی بری پشت پیشخان، اون بعضی از داروخانه ها خیلی باریکه اون فاصله بین قفسه ها که دارو گذاشتن و اون قسمت پیشخان، اصلا برای عبور ویلچر که اصلا هیچی، بعضی جا ندارن، اونایی که جا دارن به هر حال پیشخانشون بلنده. آها مشکلش چند تاست؟ متوجه شدم. و بعد شما میایین و جاتون عوض میکنین برای اینکه بتونین خب با بیمار ارتباط برقرار بکنین و ارتفاع پیشخان مناسب این باشه. غیر از این چی؟ یعنی مثلا برای ورود به داروخونه، حالا من زدم نمیخوام بزنم به جاده خاکی، بحث چیز دیگه بود، ولی فقط اینو اگه لطف کنین به من بگین، برای ورود و خروج به داروخونه آیا سطح شیب دار مناسبی هست برای ورود ویلچر شما یا پله مله هست؟ نه بعضی از داروخانه ها پله دارن، بعضیاشون ندارن. یعنی داروخانه هم هست که خیلی پله داشته باشه، من پله های خیلی بد مثلا سمت زیر زمین و به سمت بالا، بستگی به نوع داروخانه داره. خب این داروخانه که شما توش کار میکنین ولی ورود بهش راحته، یعنی با سطح شیب دار داخل بیمارستان این داروخونه. بعد داخل خود بیمارستان ورودیش رمپ نداره، سطح شیب دار یا رمپ، فقط باید از سمت اورژانس مثلا من وارد بشم، اون قسمتی که مثلا مخصوص اورژانس، یعنی خود در اصل بیمارستان مناسب ورود ویلچر نیست. یعنی در واقع یا مریض بدحال و وارد بشه که از سمت اورژانس میاد، یا اینکه مثلا من پله داره، یعنی من از اورژانس وارد میشم دیگه. آها متوجه شدم. خب بعد حالا که خودتونم تو بیمارستان هستین بیشتر برامون بگین از همین قضیه بی برقی و این مشکلاتی که اخیراً باهاش درگیر بودین. بی برقی میگم من توی بیمارستان حالا درگیر این موضوع نشدم توی محل کار، و اینکه واقعا برای همه افرادی که برای جا به جایی به آسانسور احتیاج دارن، چه تو خونه چه تو محل کار، یعنی واقعا اگه بی برقی باشه اونم بدون اطلاع خب دچار مشکل میشه. یعنی خود من مثلا واقعا ممکنه که یک برای یه کار مهمی از خونه بخوام خارج بشم ولی مثلا اون لحظه برق نداشته باشیم، بدون اینکه من مثلا نمیدونستم حتی همچین چیزی رو، یعنی که خب من نمیتونم دیگه بیام بیرون. من همیشه حتی موقعی هم که دانشجو بودم همیشه استرس اینو داشتم که مثلا روز امتحانم اگه بخوام مثلا از خونه برم بیرون برق نباشه چیکار کنم مثلا. این استرس همیشه توی من بوده، حالا الانم که متوجه. یه سوالم که میخواستم بپرسم، آیا ویلچرهای برقی هم احتیاج به شارژ شدن دارن؟ درسته؟ یعنی یه احتیاج به برق هم دارن دیگه خود ویلچرها حتی؟
ولی خب مثلا معمولا همیشه که تو شارژ نیستن. حالا آره بله ولی ممکن شارژ نداشته باشه و دچار مشکل بشه. خب حالا برگردیم به همون مسائل فرهنگی که شما مثال زدین و گفتین که اصلا فکرشو نمی کردین که در این حد واقعا فرهنگ جامعه خیلی توان زده است و یه جوری هستش که برخوردهایی که هست با کسی که مثلا از ویلچر استفاده میکنه بسیار ناآگاهانه است و حتی میتونیم بگیم غیر انسانیه. دیگه چه نمونه هایی برامون دارین که مثال بزنین؟ هیچی من برای بار اول که مثلا وارد هر داروخانه میشن مثلا میگم که من مثلا خودم معرفی میکنم که اومدم برای کار قرار گذاشته بودیم، یه خورده مثلا اون مسئولین اونجا مثلا یه خورده جا میخورن، یعنی انتظار ندارن که مثلا من باشم اونی که قراره مثلا امروز اونجا دکتر باشه، یعنی یه ذره براشون خیلی عجیبه. و اینکه کلن تو صحبتامون قبلن هم شما به این موضوع اشاره کرده بودین که کلن تو رشته های علوم پزشکی خیلی دوستانه نیستن با منظورم همون چیز فرندلی، یعنی خیلی دوستانه برخورد ندیدن با... آشنا نیستن با این موضوع، ندیدن با کسی که داره معلولیت باشه و تو رشته علوم پزشکی باشه. آره این هست. و یه چیز جالب هم بگم، من برای واکسیناسیون رفته بودم چند هفته پیش، بعد یکی از بزرگترین بیمارستان های ایران گفته بودن که بیاید برای واکسن. بعد اونجا که واکسن می زدن یه ساختمونی بود که داخل بیمارستان بود و پله داشت، یعنی یه 7-8 تا پله می خورد که با می رفتیم مثلا وارد اونجا اون منطقه می شدیم که واکسن می زدن. بعد جلوی همون در یه دونه میز گذاشته بودن که یه نفر نشسته بود، یعنی نه تنها پله داشت که هیچی، اصلا برای ورود ویلچر اصلا جا نبود. یعنی مثلا انقدر یعنی ندید گرفته شده بوده که مثلا یه آدمی که با ویلچر خب مثلا نیاد. آره دیگه اصلا نیاد، برای چی میاد؟ یا اصلا نیست، یا این تصوری که وجود داره که خب وقتی خیابون مناسب سازی نشده طرف چجوری بیاد بیرون، و بعد خب این باعث میشه که خب وقتی مناسب سازی نشده طرف نمیتونه بیاد بیرون و تو نمیبینی و عادت نمیکنی بهش، و این تصور برات ایجاد میشه که خب این کسی نمیخواد بیا، اصلا نیست کسی، یا اصلا کسی یا وجود نداره اصلا که برای چی بیاد، اصلا برای چی بیاد، برای چی باید واکسن بزنه این آدم بمیره. ببخشید که من اینطوری میگم، ولی مثلا واقعا اینطوری هست دیگه. نه متوجهم. اتفاقا این چیزی که شما دارین این بمیره دیگه، یا اصلا این خوب نباشه، یا لذت نبره از زندگی، یا عاشق نشه، یا ازدواج نکنه، یا کار نداشته باشه، این منطقیه که اتفاقا حتی یعنی به طور جهانی بوده. ما حتی تو جنگ جهانی دوم و حتی قبل از اون ما این موومنتی که بهش میگن یوجنیکس، یعنی ژن رو بهتر کردن و از شر تو گیومه میگم ژن بد خلاص شدن، اینو داشتیم. ولی به مرور زمان حتی ما میدونیم که تو هولوکاست هم صدها هزار آدم با معلولیت تو کوره های آدم سوزی سوختن به همراه کسایی که همجنسگرا بودن و دگرباشان جنسی و تمام، چون همه اینا یک جور انحراف شناخته میشد از تفکرات هیتلریه که هنوز مونده دیگه. هیتلری دقیقاً. و میخوام همینو بگم که ولی بعد آگاهی بر به وجود اومده درباره این و ما میدونیم که این طرز فکرها غلطن، غیر انسانین، فاشیستین، ولی همچنان میبینید پس ذهن آدما هست این که خب پس من الان اگر که یه دونه ونتیلیتور دارم که باید ببینم به کی باید بدم، خب اتوماتیک فکر میکنم خب اگه تو دارای معلولیتی یا پیری یا یه بیماری داری به تو نمیدم، ولی به اون یکی میدم که اینا رو نداره. یعنی خود به خود همون منطق یوجنیکسی
توی که حرفشو زدیم همون جن برتر وجود داره تو مغز آدما. آره تو مغز همه هست، یعنی نه فقط ایرانی ها، ایرانی ها بیشتر، ولی فکر کنم تو کل دنیا این هنوز هست، یعنی خیلی صد در صد هست. منتها موضوع اینه که تو بعضی جاها مثلا تو کشورهای لیبرال دموکراسی مثل مثلا غرب اروپا، آمریکا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی، شمال اروپا، لااقل قوانین خیلی کتوکلفتی وجود داره که شما مثلا وقتی که خب خیابونا مناسب سازی شده است تا یه حد قابل تحملی که خب طرف بتونه بره بیرون، بتونه بره دانشگاه، بتونه، یعنی مندیت باید ساختمون، وگرنه اون کد رو اگه رعایت نکنه خب اصلا مجوز نمیگیره برای ساختش لااقل، یعنی در این حد. درسته باز حالا طرز تلقی ها هنوز هست، اون منفی بودن. من حتی یادم خیلی برام جالب بود که رفته بودم سوئد، دانمارک و سوئد، و یه چیزی که برام جالب بود این بود که دستشویی‌های خیلی جندر نوترال بود، یعنی دستشویی زن و مردی نبود، دستشویی بود که حتی چیز، یعنی بزرگ بود، هم برای رفتن ویلچر بود، یعنی دستشویی بود برای همه بدنها، حالا زن، مرد، کسی که ویلچر استفاده میکنه، اساس استفاده میکنه، کسی که با کالسکه بچه میره تو یا واکر یا هرچی. ولی خنده دارترین قسمتش این بود که جلوی بعضی از همینا پله بود و من خب با در جبه اینکه برام جالبه و حساسم نگاه میکردم که خب تو در ویلچر رو یه جوری ببخشید در اون استال توالت رو انقدر بزرگ در نظر گرفتی که ویلچر توش بره، ولی این ویلچر چه جوری وارد این دستشویی بشه؟ آره اینطوریه، مثلا بعضی از ساختمون هم اینجوری هم که من اتفاقا داروخانه هم رفتم اینجوری که آسانسور هست رو ساختمون ولی قبلش چند تا پله است، یعنی چه فایده؟ آسانسور تعریف داره دیگه. دقیقا، یعنی اینا لااقل باید در کنار همدیگه معنی پیدا میکنن دیگه. تو اگر میخوای بگی که من مناسب سازی شده هستم باید در تمام سطوح مناسب سازی شده باشی. ولی یه مسئله اینم که هست اینه که آدم ها خودشون رو جای دیگری نمیذارن، یا در واقع همون امپاتی که خودتو بتونی جای دیگری بذاری. خب هر کسی ممکنه نیاز به واکر، عصا یا ویلچر داشته باشه و حتی ممکنه موقتا احتیاج داشته باشه، ممکنه مثلا پاش بشکنه یا اینکه احتیاج با کالسکه مثلا بخواد ببره بیاره با کالسکه. البته من نمیخوام بگم که حالا چون ما این منطق رو بگیم که چون برای همه ممکنه اتفاق بیفته پس همه بیان اهمیت بدن، اتفاقا من قصدم این نیست. من میخوام بگم اون تفاوت ها هم اتفاقا حتی موقت، حتی فقط برای من، فقط برای تو هم باید بهش احترام گذاشته بشه. منتها میخوام بگم که اگر که ما همه شروع کنیم به دقت کردن، حالا این البته محیط پیرامون ما خب یکی از بحثاه، خیلی طرز تلقی، فرهنگ، نمیدونم همه اینا هست، منتها حتی از همون محیط پیرامونمون شروع بکنیم اگه دقت بکنیم به این که مثلا این آسانسور کار میکنه یا نمیکنه، نمیدونم این تاکسی که اومده بایستده من الان سوارش بشم حالتش چجوریه، من وقتی میخوام بهش بگم ویلچر منم باید بذاری تو صندوق عقب، آیا قیافه میگیره برا من، آیا ابروهاشو میندازه بالا، یه جوری پول اضافه میخواد، من تجربهشو داشتم، به این حد سوارت میکنم که پول اضافه بده. پول اضافه، خب این باز میشه تبعیض دیگه، من برای شما پول اضافه بدم. من احساس میکنم که بر اساس تجربه که من داشتم فکر کنم مردم ما مثلا ایرانی ها آدم های خوبی هن. فقط آگاهی ندارن، یعنی اگه آموزششون درست باشه کم کم وارد این مسائل بشن خیلی میتونن خوب عمل کنن به نظر من. یعنی من آدم هایم که آگاه بودن و دیدم به نظرم خیلی خوب بودن، پتانسیلش رو دارن که بتونن خیلی میگن برابری خواهی داشته باشن.
درسته. خب این آموزش هم باید از سنین کم شروع بشه دیگه، این در واقع تو مدرسه گنجونده بشه، تو اون درسای از کودکی گذاشته بشه، اینکه بدنهای مختلف هست، توانایی های مختلف هست، اینکه آدما همه نباید یه شکل باشن، یه جور باشن، یه قدی داشته باشن، یه پایی داشته باشن. چرا ما این گوناگونی رو نمیتونیم ارزش براش قائل بشیم به جای اینکه بیایم هی سرکوب بکنیم شخص رو و مقصر بدونیمش، بیایم این تفاوت‌ها رو یه چیز قشنگی بدونیم. و کلن البته فرهنگ ایرانی با وجود حالا نگاه مثبتی که شما گفتین که دارین و درستم هست به اینکه واقعا آدمای خوبی هن ولی نمیدونن، آگاهی ندارن، یه قسمتش هم برمیگرده به اینکه ما کلن آدمای فرق ستیزی هستیم، خیلی علاقه به باز کردن ذهن و قلبمون به فرقهای به فرقها در آدمها، در لهجه ها، در صحبت کردن، در بدنها نداریم. تبعیض، کلن تبعیض دوست داریم. آره، کلن فرهنگ ما یه خورده این حالت درش هست. و ولی خب میگم باز حالا برمیگردم مسئله قانون، بازم مسئله قانون هست، خاطر اینکه شما مثلا وقتی که یه جا میخوای وارد بشی، حالا برفرض یه مغازه عمومی که خب همه باید بتونن بهش وارد بشه، اگر نتونی توش وارد بشی، وارد اون مغازه بشی خودت که سطح شیب دار نداره یا پله داره، خب شما میتونی از اینا بری شکایت بکنی، لاقل اینو داشتم راجبه گفتم لیبرال دموکراسی ها، لاقل میتونی بری شکایت بکنی، مثلا طرف ممکنه 15,000 دلار 20,000 دلار کمیسیون حقوق بشر مثلا جریمه کنه، که خب اینجا همچین قانونی نیست، یعنی ممکنه هم اعتراض بکنی مثلا بگن که برو بابا مثلا، اهمیتش خیلی کمه، اونش خب بده خیلی. خب شما برای اینکه از منزل خارج بشی، من میدونم که به من گفته بودی یه کمکی داری که کمک میکنه برای رفت و آمد شما. بله. خب آیا بهزیستی یا هیچ ارگان دیگه‌ای به شما کمک مالی میکنه برای استخدام این آدم؟ نه، هیچ کمک مالی نمیکنه. من حتی حالا جز این، من یه بار تماس گرفتم با بهزیستی، نمیدونم دفعه قبل توضیح دادم یا نه، گفتم که من شرطم اینه، کارم اینه، فقط موقع رفت و آمد من اگه بتونم وارد یه ماشینی بشم که مثلا ویلچر خودش بره توش، دیگه اصلا مشکل رفت آمد ندارم، یه تاکسی نمیگیرم، همراه نمیخواد، لازم ندارم. و واقعا هست از این ماشین‌ها، یعنی شهرداری داره، ولی مثل اینکه خیلی مثلا ثبت نام کردنش، اشتراک گرفتن، استفاده کردنش طولانیه و مثلا یه ذره دردسر داره. گفتم که خب من بهسیستی ماشینی نداره که مثلا من قبلش تماس بگیرم بیاد دنبال من یا هر چیزی، حالا هزینه‌اش هم مشکلی نداره. گفتن اصلا ما نداریم، مربوط به شهرداریه و اصلا چون زیر نظر ما هم نیست ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. منم زنگ زدم اونجا، گفتن که تا چند ماه آینده اصلا ثبت نام جدید نداریم، یعنی که هیچ جوری من نمیتونستم استفاده کنم از این ماشین، نه از سمت شهرداری کسی با من همکاری کرد، نه بهسیستی. به بهسیستی گفتم که من خب یک آدمی باید به من کمک بکنه که بر جا به جای اگه من نتونم با این ماشین برم بیام، هزینه اینو میدم، بعد اصلا هیچی تو جیبم نمیمونه وقتی کار میکنم، دوست دارم کار کنم، تواناییشم دارم، ولی واقعا کم کم ضرر مالی به من میخوره، اینطور زر خسته میشم. گفت که هیچی، ما بودجه محدوده و باید اولویت بندی کنیم. من گفتم اصلا اولویت بندی معنی نداره واسه که افرادی که تو بهسیستی هستن، اصلا اولویت یه نفر نمیتونه تعیین کنه اولویت. حالا موافقت نکردن و گفتن که حالا مثلا تو چقدر میتونی ماهی در بیاری؟ من همجوری یه مبلغی گفتم بهش، گفتم که مثلا اینقدر. گفت خیلی خوبه، برو خدا رو شکر همینو میتونی در بیاری، بقیه اونم نمیتونی، تو امکاناتشو داری، برو خدا رو شکر. خودم من زحمت کشیدم به این رسیدم، میدونم چه ربطی داره، حتی همه باید از نظر مالی مشکل داشته باشن که جلب نظر بهزیستی رو قطعا نه. خب همونقدر که همه آدم ها میتونن از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده بکنن برای اینکه
برن و بیان، به همون اندازه همه آدم ها که حالا با ویلچر یا با بدون ویلچر هم همون حق دارن استفاده بکنن از حمل و نقل عمومی. و این سیستم باید اتفاقا تو دل حمل و نقل عمومی باشه، یعنی اصلا کاری حتی به بهزیستی نباید داشته باشه. من نمیدونم این یه سری اتوبوس های ما دارن از این سیستمی که ویلچر میتونه واردش بشه، یعنی هم خط همون ایستگاه اتوبوسه که میتونه واردش بشه، ولی انقدر که آموزش پایین بوده، تذکرها پایین بوده، راننده ها اصلا باز نمی کنن اون قسمت رو، اصلا اجازه منتظر نمیمونه واسه کسی که مثلا تنهایی اومده باشه با ویلچر بتونه بره سوار این اتوبوس بشه راحت برگرده. یه نفر به من تعریف میکنه گفت که فقط خواستم سوار این ماشینا بشم، سوار اتوبوس بشم، راننده اتوبوس بهش گفت که اونی که با ویلچر میاد جاش تو اتوبوس نیست که، یعنی ویلچر برای چی باید اتوبوس سوار شه؟ یعنی یه جوری که انگار کار باید بکنه، انگار من مقصرم. اون نیاد از خونه بیرون، اون نیاد، نیاد دق کنه خونه. من یادمه توی تورنتو تو کانادا، من مادر بزرگم یواش یواش که البته فوت شد اخیراً، پریروزم تولدش بود، مادر بزرگ من از واکر استفاده می کرد. به مرور زمان عضله هاش و اینا یه حالتی شد که احتیاج داشت به اینکه از عصا و بعدها واکر استفاده بکنه. من یادمه که تماس گرفتم با سیستم همون اداره حمل و نقل منطقه یورک، جایی که ما زندگی می کردیم، و یه اپلیکیشنی رو من پر کردم، چون قبلا مادر بزرگ من می رفت تا سر کوچه، اون موقع که خودش می تونست رفت آمد بکنه، اونجا سوار اتوبوس می شد می رفت این برانور هر جا می خواست بره، ولی بعد یه طوری شد که از در خونه تا ایستگاه اتوبوس رو نمیتونست بره، بهش فشار میومد با واکر و اینا، طولانی بود. بعد من یه اپلیکیشن پر کردم، همون اداره حمل و نقل یه تاکسی میفرستادن، واکر رو میذاشتن تو صندوق عقب، مادر بزرگ من سوارمون میشد میرفت هر جا که میخواست بره، بعد برای برگشتش هم مثلا از قبل باید بوک میکردیم دیگه، یه رزرو میکردیم، دوباره میرفت دنبالش میآوردش، ولی با همون بلیت اتوبوس ها، یعنی اضافه چیزی نمیداد، با همون بلیت اتوبوس مخصوص افراد مسن سینیورا که ارزون تر از بلیت اتوبوس معمولی هست، همونو میزد اونجا تو ماشین یارو که اون چیزی هستش که روش تپ میکنی اینجوری مثل کارته، با همون و دیگه لازم نبود شق القمر کسی بکنه این وسط، حالا دیگه هزار تا تلفن بکنه و اینا، دیگه به هر حال با یه اپلیکیشن قاطعا با یه همچین چیزی انجام بشه برای کسی که احتیاج به این ماشین داره. خیلی جالبه، یه چیزی من یادم افتاد از این خاطراتم. توی همین بیمارستانی که من کار میکنم، من یه وقت ویزیت از یکی از پزشکاش گرفته بودم که باید میرفتن وارد درمونگاش میشدن، میرفتن طبقه بالا، بعد به خاطر همون یکی از همین پرسنل داروخونه با من اومد، بعد به پذیرش گفت که خانم دکتر میخواد بره بالا و ویزیت بشه، بگین یه نفر بیاد کمکش کنه. بعد این تا گفت خانم دکتر میخواد بره بالا، این پذیرش هی میگشت دورشو، یعنی هی دور این خانم نگاه میکرد بله اون خانم دکتر که میخواد بره بالا کیه. یعنی نمیتونست باور بکنه که کسی که رو ویلچره بتونه خانم دکتری باشه که میخواد. اصلا باور نه، مثلا اصلا خب این که نیست، مثلا اونجوریه، خب این که نیست، مثلا میگش ببینه خانم دکتر اصلا برای چی کمک لازم داره، چی شده، چه اتفاقه، مثلا افتاده پا شکسته، مثلا دنبال همچین چیزی. در واقع یکی از مشکلاتی که من فکر میکنم ما داریم واقعا اینه که ما اینقدر با نگاه منفی از بالا و نگاهی که من اسمشو گذاشتم سالم سالار، ما
میگیم سفید پوست سالار، مرد سالار، حالا شو بذاریم سالم سالار، اینقدر از نگاه من معمولا میگم معلول یا غیر معلول، ولی راجب این سالار تصمیم گرفتم بگم سالم سالار، یعنی اینقدر فرهنگ ما معلول ستیزه که اصلا، و اینقدر با نگاه منفی نگاه میکنه که اصلا نمیتونه بفهمه که همین نگاهی که باعث میشه کسانی که داره معلولیت اصلا نمیتونن از خونه خارج بشن. اگر شما اونا رو نمیبینی تو اجتماع، به خاطر همین نگاه شماست که اونا نمیان بیرون، نه به خاطر اینکه اونا نیستن یا وجود ندارن، هم هستن هم وجود دارن و هم میخوان که بیان بیرون. یعنی ما به جای اینکه بیان تمرکزمون رو بذاریم به اینکه تقصیر توه، تو گیومه، خوب شو، تو بدنت باید متفاوت باشه، ما اگه همونقدر تلاش رو بیاریم بذاریم رو فرهنگ فرق ستیز و معلول ستیز خودمون، یهو خیلی میتونیم فرق ایجاد بکنیم تو جامعه. یعنی واقعا فقط همین تمرکزمون رو عوض بکنیم و صبر نکنیم تا یه اتفاقی برای خودمون بیفته تا به بی‌عدالتی اعتراض بکنیم. کی گفته مثلا کسی از اگر دکتره حتما باید غیر معلول باشه؟ آخ یعنی چه این حرف؟ یعنی این چه منطقیه؟ انقدر که از قدیم زدن تو سر کسایی که مثلا متفاوت بودن، خود به خود یه ذره این افراد عقب موندن. یعنی تصور مردم اینه که خب این که نمیتونه، یعنی انقدر که به مسیر سختی بوده، دقیقاً به طور پیشفرض اینه که خب این آدم نتونسته خیلی پیشرفت بکنه، ولی خب هیچ وقت این نیست که نباقه ای بوده جلوی سر راهش دیگه، میگیم نه این اصلا نتونسته. یعنی یه مشکلی در درون این بود. ما نسبت به زنان هم همین حالتو داریم دیگه تو اجتماع. خیلی وقتا من میبینم بله من بهترین آشپزها مرد هستن، بهترین فلانها مرد هستن. خب برای اینکه زنا رو آدم حساب نکردیم، نتونستن وارد بشن. دقیقا شما نذاشتین. اگه شما میذاشتین که اینم شرکت بکنه، قطعا اینم میتونست بهترین باشه. اصلا این تقسیم بندی جامعه من نمیدونم چه اصراریه. اینا بهترن، اونا از اینا بهترن، این بهتر از اونه، این کمتر از اونه، این بیشتر از اونه. یعنی به جای اینکه ما این فرصت‌ها رو فراهم بکنیم برای همه، مدام اینا رو می‌خوایم تبدیل کنیم به یه مسئله فردی و شخصی، و اینکه خب این تو نتونستی، خب این تقصیر توه. ولی جامعه ای که همش به قول شما از بچگی زده تو سر من و به من گفته تو نمیتونی. راجب عشق و رومانس و رابطه رومانتیکی، رابطه جنسی هم همینه، همین تصورات دوباره وجود داره که خب این که نمیخواد، این که در مورد این موضوع حالا نه تنها افراد دارای معلولیت تأثیر بد میگیرن، حتی افرادی که یه خورده مثلا به نسبت قدشون وزنشون بیشتره، حتی اونا هم مثلا حذف میشن از این موضوع. یعنی من افرادی میشناسم که مثلا اضافه وزن زیادی دارن اطرافم، میبینم که نتونستن ازدواج کنن، یعنی ازدواج نکردن و فکر میکنم که آدمای زیادی دورش نبوده که بخواد با ایشون ارتباط برقرار کنه. نمیخوام قضاوت کنم، ولی واقعا فکر میکنم اینطوری بوده، یعنی اثر داشته. اگه این آدم وزنش کمتر بود، لاغرتر بود، الان ممکن بود که مثلا متأهل باشه یا تو رابطه باشه، ولی نیست. نه این حرف کاملا درسته، و اتفاقا به خاطر همین نگاه تبعیض‌آمیز به بدن، حالا چاق یا کسی که اضافه وزن داره یا معلولیت داره یا نمیدونم چیه، این معیارهای زیبایی هم کاملا ساخته اجتماعست. یعنی در واقع یه برزیبایی برساخت کاملا نسبیه دیگه، ما که رو سنگ که ننوشتن این با این زیباست و این زیبا نیست، اینا به مرور زمان تو ذهن آدم ها ایجاد شده. و اتفاقا ما میبینیم خشونتی که علیه زنان خیلی وقت اتفاق میفته دقیقا به قصد ضربه زدن به زیباییه تو گیومه، که طرف
نتونه بعدها با کس دیگه ای باشه و اتفاقا دقیقا با حساب کردن روی همین فرق ستیزی جامعه هست که این کارو مثلا یه همیان اسید میپاشن روی زن، چون حساب میکنن روی این فرق ستیزی جامعه، میگن خب این الان ما که اسید که روش بپاشیم دیگه کسی بهش نگاه نمیکنه. یعنی دقیقا این منطق قبل از اینکه اسید پاشیده بشه هست تو مغز طرف. برای همین هم هست که مثلا رهیدگان اسید پاشی مثلا مثل معصوم عطایی مثلا رفته تو کار مدلینگ، برای اینکه اون چالش کنه، در واقع زیر سوال ببره اون معیارهای زیبایی رو که کی زیباست و کی زیبا نیست، کی میتونه مدل باشه کی نمیتونه. مثلا چرا یه زن نابینا ای که تو صورتش هم اسید پاشیدن نتونه مدل باشه، چرا نباید مدل باشه؟ بعد یه خوردن مردم ما انقدر که آگاهیشون تو این مورد پایینه، مثلا به فردی که مثلا دچار اسید پاشی شده میگن که خب مگه فقط زندگی زیباییه، دل آدم مهمه. خب واقع. این واقعا اشتباهه این چیز، یعنی که چرا زیبایی مهمه؟ زیبایی مهمه، 100% مهمه و اتفاقا اون طرف هم دقیقا چون همینو میدونه اصلا این کار اومده کرده. یعنی چه که زیبایی اتفاقا خیلی مهمه و این خشونت ها نباید اتفاق میفته اصلا، نه اینکه حالا خب مهم نیست پس آخه این که نمیشه. به هر حال ما باید با یک فرد مثلا داره معلولی یا نفر ازدواج بکنه میگن عشق اینجوریه دیگه، عشق واقعی اینجوریه، ظاهر رو نمیبینه باطن رو، اصلا یه همچین چیز غلطه به نظر من. خیلی غلطه. من اتفاقا خوب شد اینو شما گفتین آفتاب جان، من چند روز پیش دیدم یه ویدیوی داره میچرخه تو رسانه‌های اجتماعی که یک عروس و دامادی میخوان با هم برقصن تو اون آخر شب که عروس و داماد با هم میرقصن و داماد رو ویلچره و عروس خانم هم نشسته تو بغل آقای داماد، داره با هم میچرخن تو هم ویلچر دارن میرقصن و بعد که خیلی هم صحنه قشنگی بود، یهو تو یه صحنه من دیدم که آقای داماد نشست، دو تا دوستاش هم نشستن کنارش، پای خودشون رو هر کدوم گره زدن به پای داماد و داماد رو بلند کردن، شدن سه نفر، یعنی داماد با دو تا مرد این طرف و اون طرف که این با عروس بیاد برقصه و عروس رو بغل کنه. و من اصلا همینجور مات و مبهوت مونده بودم که این چقدر صحنه مزخرف و زشتیه، یعنی چه این صحنه. و بعد یه تازه مثلا بعضی هم ابراز احساسات کرده بودن که وای این مثلا صحنه چقدر جالبه، که ما اینو سر کلاس من به اینا ما میگیم inspirational porn، یعنی پورنوگرافی چیز، یعنی یه جور احساس، یعنی در واقع داره معلولیت رو حذف میکنه از اون صحنه، یعنی داره با زور اینو میخواد بلندش کنه و ویلچر رو از صحنه حذف کنه و بعد دو تا نرقول ستیز دیگه چه فرقی میکنه اینم بعد دقیقاً دو تا نرقول آورده اضافه کرده اینجا فقط برای اینکه اینو بتونن بلند بکنن که بعد عروس خانومو ببوسه، در حالی که عروس خانوم قبلش نشسته بود تو بغل این و داشتنم با هم یعنی حال میکردن اون لحظه داشتن میرقصدن. من نمیدونم چه واجب بود که این صحنه اتفاق بیفته و اصلا این مو به تن من سیخ کرد و من تا چند روز اعصابم خورد بود برای دیدن این صحنه. ما باید بتونیم بفهمیم ایرادات این صحنه رو، این همون معلول ستیزیه. چرا ما نمیتونستیم آقای داماد رو تو ویلچرش ببینیم که عروسش هم تو بغلش نشسته بود، یا برعکس حالا ممکن بود عروس خانم رو ویلچر باشه آقای داماد بیاد یا صندلی بذاره بشینه جلوی عروس خانم. چرا باید حتما این صحنه اتفاق می افتاد؟ چرا باید با زور این آدم رو بلند می کردن و بعد همه جیغ می زدن و گریه می کردن؟ من نمی فهمم، یعنی واقعا چرا ما باید نتونیم بپذیریم، نتونیم زیبایی قائل بشیم برای آنچه که شخص هست، نه آنچه که ما با زور رو اینا بخوایم یه چیز دیگه از تو این در بیاریم. اصلا به خاطر اینکه اصلا پخش شدن این ویدیو به خاطر همین قسمت آخرش احتمالا، دقیقاً با اینکه این اینطوری بوده ولی کمکش کردن که اون حس خوب عشق واقعی، در حالی که آخه عشق واقعی یعنی چه؟ منتی نیست. من اتفاقا با یکی از بچه ها برنامه ام البنین رو شاید شما دیده باشین تو قسمت قبل برنامه، من با ام البنین صحبت می‌کردم،
امالبنین میگفت یه آقای اومده تو نمیدونم کجا تو همین یکی از رسانه‌های اجتماعی به ایشون گفته بیا با من ازدواج کن زن دوم من بشو. ایشون هم گفته من برای چی با زن دوم شما بشم؟ یعنی چه؟ گفته خب تو به هر حال دچار معلولیتی، معلولیت داری دیگه، همین هم باید خدا رو شکر کنی که گیرت بیاد. و این هم میکنم مثلا آره دیگه داری لطف میکنم. و این هم گفته یعنی چه آقا این حرفا چیه؟ چرا مزخرف میگیم؟ ولی اصلا دوباره همینه دیگه، یعنی باز همون کمتربینیه، یعنی چون تو معلولیت داری پس حتما زیبایی و زیبا نیستی، سکسی نیستی و همین که زن دوم من باشی باید بری خدا رو شکر کنی. این باز همون تصورات اشتباه تو جامعه است دیگه. من داشتم چند وقت پیش یکی از یه لایوی از یک خانومی که فعال همین حوزه معلولین رو نگاه می‌کردم، داشت مثلا میگفت که آره هیچ وقت اولویت نیستن معلولین تو ایران، داشت توضیح میداد و یه نفر اومد کامنت گذاشت که بابا مردم دارن از گرسنگی میمیرن شما چی میگی؟ یعنی که مثلا چه چیز ضروری نیست همچین چیزی که شما آره دیگه بحث میکنه، انقدر چیزای مهمتر هست، یعنی تو اولویت نیست هیچ وقت. من دقیقا داشت همین رو میگفت ولی اون اومد. خب مسئله همینجاست دیگه، ما اتفاقا این یه فکر بسیار اشتباهیه و جالب اینجاست که جامعه ایرانی، خود هم فقط جامعه ایران رو میگم، بهای این تفکر رو بارها پرداخت کرده که این الان جاش نیست، اون الان اولویت داره، اینو حالا ولش کن، حجاب اجباریه حالا ولش کن، فعلا زنان مشکل حقوق برابر ولش کن، حالا مهم اینه که دیکتاتوری نباشه، مهم اینه که استبداد نباشه، این نباشه اون باشه. ما هیچ وقت نمیتونیم همه چیزو همزمان به همه چیز عدالت اجتماعی و آزادی همزمان فکر کنیم، یعنی بهاش هم دادیم ها، ولی باز دوباره میبینی این میاد این حرفو میزنه، نمیفهمه که اتفاقا اینا همه در دل همدیگه نهفتن. نه اصلا ممکنه یه چیزی اولویت یه نفر نباشه ولی اولویت کسی دیگه باشه، ما نمیتون خودمون جای کسی دیگه بذاریم ببینیم اون چی لازم داره، نیاز اون چیه، هر کسی یه سری نیازاش تو اولویت. بله و بعد عزت نفسم کی گفته از نون شب واجب تر نیست؟ به حال دیگنیتی، همون دیگنیتی رو میخوام بگم دیگه، به حال عزت نفس و اینکه انسان به حال یه جایگاه قابل قبولی در جامعه داشته باشه، پاشون از خونه بتونه بذاره بیرون، کی گفته ارزشش کمتر از نونه دیگه؟ نه اصلا ارزش برای یه نفر، ارزشش مثلا برای غذا خیلی محتاجه، یه نفر برای همین عزت نفس، هر کسی یه سری اولویت ها داره، باید به همه کمک بشه یک فون دیگه، کسی بله. اولویت نیست، درسته. و اجتماع هم اجتماعی باید باشه که همه توش بتونن هم با عزت نفس زندگی کنن و هم گرسنه نباشن، اتفاقا اصلا نباید مجبور به انتخاب بشن، اتفاقا یعنی مشکل همینجاست که چرا اصلا من باید تو مرحله انتخاب قرار بگیرم، چرا نمیتونم من با عزت نفس با سطح شیبدار با ویلچر از خونه بیام بیرون گرسنه هم نباشم مثل خیلی از جوامع دیگه، چرا حتما من باید تو وضعیتی باشم که هی باید انتخاب کنم؟ این اصلا خودش خیلی ایراد داره. به هر حال آفتاب جان خیلی 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 خوشحال شدم از اینکه دوباره با هم صحبت کردیم، یه خوردم اوور رفتیم رو اپیزود، تایممون زیاد شد ولی خب خیلی طبق معمول من استفاده کردم و خیلی صحبت مهمی بود. حالا امیدوارم که در برنامه‌های دیگه بیشتر بتونیم راجع به همین فرهنگ، اینکه چی زیباست، چی سکسیه، چی نیست، کی ارزش رابطه عاشقانه داره، کی ارزش رابطه جنسی داره، کی ارزش ازدواج و تشکیل زندگی و حریم خصوصی داره و کی نداره، اینا رو بتونیم بیشتر بررسی بکنیم. حتما. خیلی ممنون از شما بینندگان، ممنون از آفتاب عزیز و شنوندگان و بینندگان رادیو پویا، تا بعد. دیده دریا کنم و سب به سهرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جوره جام بر این تخت روان افشانم، بلبل چنگ بر این گنبد مینا فکنم، مایه خوشدلی آنجاست،
مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد خود را مگر آنجا بکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی، کاتش اندر کاتش اندر کاتش اندر گناه آدم و حوا فکرم، کاتش اندر کاتش اندر کاتش اندر گناه آدم و حوا فکرم، بگوشا شابنده قبای من خورشید کلا، تا چه زلفت سر سودا زده در پا فکرم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی، کاتش اندر کاتش اندر کاتش اندر گناه آدم و حوا فکرم، کاتش اندر کاتش اندر کاتش اندر گناه آدم و حوا فکرم، حافظا تکیه بر ایام تو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا بفکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی، کاتش اندر کاتش اندر